ادیان ابراهیمی نه فقط پدری مشترک بلکه شهری مشترک هم دارند، شهری که در قلب روایت‌های آنها قرار دارد، بیت المقدس. اما این شهر مایه بیشترین اختلاف در میان پیروان این ادیان بوده. بیت المقدس چه تاریخی دارد و می توان از متون دینی برای خواندن آن استفاده کرد؟ سلام. در متون دینی و متون تاریخی اغلب در بستر دعوا بر سر شهر است که از بیت المقدس نام برده می شود. فتح شهر کنعانیان توسط شاه بنی اسرائیل داوود، تصرف آن توسط رومیان در حول و حوش تولد عیسی مسیح، تصرف آن توسط مسلمانان در سده های هفتم میلادی و سپس تسلیم شدن آن به مسیحیان در جنگ های صلیبی پیش از تسلط دوباره مسلمانان به فرماندهی صلاح الدین بر آن، اینها بخشی از تاریخ دست به دست شدن شهر در میان پیروان ادیان مختلف و گروه های متخاصم دیگر است. و این مراحل همه پیش از قرن بیستم است، زمانی که در نتیجه فروپاشی امپراتوری عثمانی شهر بیش از پیش محل مناقشه اعراب و یهودی ها شده، مناقشه‌ای که به چند جنگ و در نهایت به وضعیت حال حاضر انجام میده، تنش و خونریزی مداوم. تاریخ بیت المقدس تاریخ آمیزش دین و ناسیونالیسم است و به همین دلیل خواندن آن راحت نیست. اما در پرگار این هفته ما چنین تلاشی میکنیم و میپرسیم متون مختلف و بقایای به دست آمده در مورد تاریخ بیت المقدس به ما چه میگویند. مهمانهای برنامه علم صالح، استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه لنکستر در بریتانیا، و اشکان صفاحی، پژوهشگر مطالعات خاورمیانه در مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس دانشگاه حیفا در اسرائیل. خیلی خوش آمدید آقای صالح. از شما شروع کنیم. ما در مورد بیت المقدس دیرین، بیت المقدس از زمانی که نامش در تاریخ پیدا شده چی میدونیم؟ از کی و کیا در اونجا زندگی میکردن؟ تاریخ بیت المقدس برمیگرده به 2000 سال الی 3000 سال قبل از میلاد مسیح، حدود 5 الی 6 هزار سال، وقتی که کنعانیین به اصطلاح ساکنین اصلی این منطقه مهاجرت میکنن از شبه جزیره عربی به این منطقه، و پس از اون شاخه ای از کنعانیین به نام یبوسی ها حکم فرمایی میکنن، که یبوسی ها اولین کسانی بودن که 2500 سال قبل از مسیح، 4500 سال پیش، دیوار به اصطلاح قلعه اورشلیم رو بنا میسازن. یبوسی ها به حکم فرمایی میکنن در این منطقه. 1200 سال قبل از مسیح یا 200 سال قبل از ورود داوود به منطقه، فلسطینی ها نه فلسطین کنونی به نام کشور، یک قبیله به نام فلسطین از منطقه اژه و جزیره کرت مهاجرت میکنن و در سواحل این منطقه سکنا میگزینن. 200 سال بعد از اون، یعنی 1000 سال قبل از میلاد مسیح، داوود شهر رو تصرف میکنه. داوود در اون مقطع میشه گفت رهبر و شاه یهودیان هست. بله، در نزد مسلمانان پیامبر محسوب میشه. بله، در قرآن هم به عنوان یک پیامبر محسوب میشه. بعد چی میشه؟ داوود چون که دستش به خون آلوده میشه در تصرف شهر، آنچه که در متون تاریخی به اصطلاح آورده شده، در متون دینی خداوند به اون امر میکنه که شما حق نداری در این شهر چیزی بنا بسازی. لذا 40 سال حکومت ایشون فقط اونجا حکم فرمایی میکنه، و پسرشون سلیمان که 33 سال حکم میکنن، اولین بناهای به اصطلاح پادشاهی یهودی رو در این شهر بنا میسازن، که یکیش هیکل سلیمان یا معبد سلیمانه که تا به حال ما هنوز نمیدونیم دقیقا کجا بنا گذاشته شده، و این خودش برمیگرده به موضوع به اصطلاح باستانشناسی تاریخی. بله. که چگونه باز سیاسی میشه و چگونه تنوشه. پس از اون، بعد از 73 سال
سال بعد از حکمفرمایی داوود و پسرش سلیمان، بعد از مرگ سلیمان، قبائل 12 قبیله بنی اسرائیل از همدیگه جدا میشن و پادشاهی های کوچک متفرقی در منطقه برای خود تأسیس میکنن. به طور کل حدود 600 سال حکمفرمایی میکنن در منطقه به طور جداگانه، تا وقتی که بابلی ها وارد میشن و اونها رو شکست میدن و به اسارت میبرن و آخرین پادشاهشون رو به اصطلاح شکست میدن. و اینها همون بابلی هایی هستن که توسط کوروش پادشاه ایرانی رانده میشن و گفته میشه کوروش به یهودی ها اجازه میده که برگردن. بله، نبوخذنصر اونها رو به اسارت میبره، حدود 42,000 نفر رو کوروش بعد از شکست بابلی ها آزاد میکنه و بهشون اجازه میده که به بیت المقدس برگردن. 9 سال بعد از برگردوندن یهودیا به منطقه به دست کوروش، کوروش در جنگ کشته میشه. بله. و یونانی ها میان و این منطقه رو تصرف میکنن. در نتیجه آمدن اسکندر مقدونی. بله، مقدونی ها. بله. سریعا پس از اون رومی ها به منطقه مستولی میشن و منطقه رو به تصرف در میارن و در زمان به اصطلاح آمدن ظهور مسیح رومی ها مسلط بودن. این منطقه به موقعی تغییر شکل اساسی میگیره که 300 سال بعد پس از ظهور مسیح، کنستانتین پادشاه روم به مسیحیت رو میاره و مسیحیت رو مذهب رسمی امپراتوری روم میدونه و در این حال پایتخت خودش رو از روم به قسطنطنیه تغییر مکان میده و باعث میشه این منطقه ثقل سنگین تری رو به خود بگیره. زمان تمدن بیزانسیه. بله، زمان بیزانسی. بله. روم شرقی که اولین کلیسا رو کنستانتین در به اصطلاح بیت المقدس بنا میگذاره. و این وضعیت ادامه داره. خیلی سریع میخوام. بله. این جزئیات رو کنار بذاریم. این وضعیت ادامه داره تا زمانی که مسلمان ها در قرن 7 یه وقفه کوچیک باز دوباره ایرانیان من به اصطلاح اونجا رو تصرف میکنه، اما باز رومی ها پس میگیرن. پس از اون مسلمان ها در قرن 7 عمر ابن خطاب این منطقه رو فتح میکنن و پس از اون تا به امروز مگر در مقاطعی کوتاه که به دست صلیبیون میفته این شهر نزد مسلمانان بوده تا 1948. شما در مورد تاریخ بیت المقدس چه خوانشی دارید؟ در مجموع این رؤوس رو میپذیرید یا فکر میکنید باید یه تغییراتی درش داشته؟ خب بخشی از اون چیزی که راجع به تاریخ باستان اورشلیم گفتن، یعنی قبل از شاه داوود، خب در مورد اون نمیشه واقعا خیلی صحبت کرد. هم شواهد باستان شناسی کم هست، هم مطالب نوشته شده مانند تاریخ 4000 سال پیش، حالا هر جای دیگه. اون چیزی که ما از اون موقع داریم، چند لوح داریم و مطالب نوشته شده مربوط به مصری ها رو داریم. دو لوح داریم در مال تقریبا اوائل هزاره دوم قبل از میلاد، یعنی حدود 4000 سال پیش، که از اون در اونجا از شهری تقریبا میشه گفت با تلفظ همون اورشلیم نام برده شده که اینها دشمنان فرعون هستند، دشمنان مصر هستند. بعد ما داریم در زمان آمون‌هوتپ سوم که اورشلیم بخشی میشه از مصر. بله. باز در اونجا از اورشلیم نام برده میشه و بعد میرسیم تا زمان پیش از داوود. در اون زمان اون چیزی که ما میدونیم، حالا گفتن که کنعانیان اونجا بودن، ولی اینکه کنعانیان از اعرابی بودند که از شبه جزیره به اونجا مهاجرت کردن، این رو مطمئن نیستیم، یعنی این رو نمیشه به صورت تاریخی یا باستان شناسی ثابت کرد. بعضی میگن سوری بودن، بعضی میگن از شبه جزیره اومده بودن، این رو نمیشه. من فکر میکنم این که ما بگیم اینها عربی بودن که از شبه جزیره اومدن، این بیشتر موضوعیه که از بعد از جنگ سال 67، از بعد از جنگ 6 روزه در تاریخ نویسی عربی مطرح شده. نمیشه گفت واقعا چه کسانی بودن این کنعانی ها. بعضیا میگن حتی شاید اجداد یهودی ها بودن. فقط تنها چیزی که ما میتونیم بگیم که اینها زبانی سامی صحبت میکردن، مانند یهودی ها و مانند تمام اقوام دیگه ای که توی بین النهرین و شبه جزیره و شام زندگی می‌کردن. وقتی میگیم زبان سامی، مانند اعراب هم. بله. بسیار خب، در آثار بعدی چه؟ بعد اون چیزی که حالا گفته میشه این هست که داوود شهر رو میگیره، شهر رو تصرف میکنه و اون چیزی که البته مشخص هست این هست که وقتی که شهر رو تصرف میکنه، باز هم در کنار همون کسانی که در اونجا زندگی می‌کردن، یهودیان میان و زندگی می‌کنن. قبلش هم البته گفته میشه که یهودیانی در اورشلیم زندگی می‌کردن ولی تحت کنترل یهودیان نبوده. ولی یعنی شهر رو تخلیه نمی‌کنه از اون کسانی که در اونجا زندگی می‌کردن. و بعد خب سلیمان هست که معبد رو می‌سازه. این که گفتم معبد معلوم نیست کجا هست.
معبد مشخص است کجا بوده، یعنی اینکه بر روی تپه معبد بوده، جایی که امروز مسجد الاقصا هست و قبة الصخره، جایی که دقیق، یعنی جای دقیقش روی تپه دقیقا مشخصی است که کجا بوده. اون مشخصه ای که اورشلیم داشته که اون رو مهم می‌کرده این بوده که اورشلیم در بین اون 12 قبیله یهودیان، اورشلیم به هیچ قبیله‌ای تعلق نداشته و در اصل یک منطقه‌ای بوده که یک منطقه میشه گفت که یک منطقه جدا از این قبایل بوده، برای همین میشد اونجا رو پایتخت و مرکز سیاسی کرد بدون اینکه به هیچ قبیله‌ای مربوط بشه، به هیچ قبیله‌ای بر بخوره در اصل. بعد یعنی میگید که وقتی شاه داوود اونجا رو پایتخت کرد به بقیه قبایل بر نخورد، یعنی این چیزی که فکر می‌کنید در تاریخ میشه فهمید؟ این چیزی که متون دینی این رو میگن، یعنی بر اساس متون دینی اون بخش از حالا سرزمین اسرائیل یا کنعان یا حالا هر چی می‌خوایم اسمش رو بذاریم، سرزمین مقدس، اون بخش به هیچ کدوم از قبایل تعلق نداشته، یعنی در محدوده قلمرو هیچ قبیله قرار نمی‌گرفته، در نتیجه به هیچ پایتخت شدن اون به هیچ قبیله اهمیت بیشتر از قبایل دیگه نمیداده. بله. خب در اثر بعدی، خب بعد ما حکومت مشترک اسرائیل رو داریم که این خیلی هم زود از بین میره در همون قرن دهم پیش از میلاد، که اسرائیل به دو سرزمین اسرائیل به دو بخش تقسیم میشه، اسرائیل در شمال هست، یهودا در جنوب هست که پایتختش همچنان اورشلیم میمونه. بله. بعد در قرن هشتم پیش از میلاد آشوری ها حمله میکنن، اسرائیل از بین میره در شمال، فقط یهودا میمونه. در این زمان اون چیزی که گفته میشه این هست که بر اساس مهاجرتی که بخشی از اون یهودیانی که در اسرائیل زندگی میکردن میکنن، جمعیت اورشلیم زیادتر میشه برای دوره‌ای، تا در این دوره تا زمانی که به طور کلی شهر از بین میره، یعنی در دوره بابلی ها در دوره بخت و نصر که حمله میکنه و شهر رو از بین میبره به طور کامل، میشه گفت تقریبا تاریخ سیاسی خیلی پرمناقشه ای داره، منظورم مناقشه داخلی در خود اورشلیم هست. بله. یعنی بله. خیلی با ثبات نیست در این دوره. بله. آشوری ها هستن، مصری ها هستن، بعد بابلی ها هستن. در مورد تاریخ بیت المقدس یا اورشلیم در مورد این اسامی صحبت خواهیم کرد. بعد از میلاد مسیح شما چی دارید بگید؟ آره، من اول یه چیزی بگم که قبل از میلاد مسیح تمام دورانش هم دست یونانی ها و اینها نبوده، ما یک دوره 103 ساله حکومت یهودی داریم باز که از قرن دوم پیش از میلاد شروع میشه، از قیام مکابی ها به تو به 103 سال یهودی ها دوباره در اونجا حکومت میکنن که وابستگان اشکانی بودن ولی حکومت نیمه مستقل تا مستقلی داشتن در اون زمان. بله. دست نشانده اشکانی بودن. دست نشانده نبودن، خودشون قیام میکنن و حکومت رو میگیرن، در اصل برای اینکه بتونن در برابر یونانی ها مقاومت بکنن، وابسته میشن رومی ها مقاومت بکنن، وابسته میشن به اشکانی ها. بله. در مورد بعد از میلاد مسیح، بعد از میلاد مسیح ما دو قیام داریم در اورشلیم. یکی قیام عبد، یک اول بگم که ما در اون زمانی که گسترش شهر رو داریم توسط هرود، و بعد ما دو قیام داریم، قیامی که در سال 67 تا 723 طول میکشه، سال 723 معبد تخریب میشه، معبد دوم تخریب میشه و یهودیان سرکوب میشه، یهودیان سرکوب میشن، بخششون کشته میشن، و بعدش هم قیام دوم که تا سال 135 طول میکشه و در اون زمان یهودیان به طور کلی از شهر اخراج میشن و به جز یک روز در سال تا زمانی که مسلمانان شهر رو میگیرن، عمر شهر رو میگیره، یهودیان اجازه ورود به شهر نداشتن. و وقتی مسلمان ها میگیرن، یهودی ها اجازه پیدا میکنن در شهر عبادت کنن، زندگی کنن. این چیزی است که عمر بهشون اجازه میده. نه تنها اجازه پیدا میکنن، بلکه گفته میشه تنها، البته این باز این خیلی بله. چیز تاریخ 100% نیست، ولی هست متونی که میگه تنها جنگی که در صدر اسلام یهودیان در ارتش مسلمانان جنگیدند، جنگی بود که در برای اورشلیم بود که عمر به اونها اجازه داد که در کنار مسلمانان بجنگند. برای همین بعد از اون هم بسیار با تساهل با اونها رفتار شد. بله. ما یک چیز ثابت نمیتونیم بگیم که بگیم همیشه تساهل وجود داشته. حکومت‌های مختلف، سلطان‌های مختلف رابطه مختلفی داشتن، رابطه متفاوتی داشتن با یهودیان. مثلا خوارزمشاهیان که به اسرائیل میان و اورشلیم رو میگیرند، اتفاقا تمام شهروندان یهودی و مسیحی شهر رو یا میکشن و یا از شهر بیرون میکنن. یعنی در اصل یک پاکسازی قومی کامل انجام میدن توی اورشلیم. در دوره عثمانی ما میدونیم که خب عثمانی ها واقعا رابطه خوبی داشتن با اقلیت های مذهبی که در حال در یک دوره واقعا اقلیت خود مسلمان ها بودن در حکومت های عثمانی.
در اون دوره خب ما میدونیم که رابطه خوب بوده تقریبا تا اواخر دوره عثمانی، و در این دوره یه مدت کوتاهی صلیبیون هستن. البته وقتی میگیم مدت کوتاهی، چیزی کمتر از 100 سال کم نیستین. در این دوره‌ای که صلیبیون یا مسیحیان صلیبی بودن چطور بوده وضع؟ ببین صلیبیون وقتی که میان به اورشلیم، یکی از اولین کارهایی که میکنن این که تمام یهودیان شهر رو جمع میکنن، میذارن در کنیسه یک بزرگ شهر و همه رو آتیش میزنن. یعنی که هیچ یهودی رو نمیذارن در شهر بمونه. بله. اکثریت مسلمانان رو هم اخراج میکنن. بله. و این وضعیت، این تسلط مسلمان ها ادامه داره تا اوایل قرن 20. بسیار خوب. پیش از این که در مورد این تاریخ بحث بشه، میخوام ببینم چرا شما بیشتر اورشلیم استفاده میکنید، و بعد از آقای صالح خواهم پرسید چرا بیشتر بیت المقدس استفاده میکنید، و البته ما در مقدمه هم از لفظ بیت المقدس استفاده خواهیم کرد که شاید بعد از این صحبت مشخص بشه چرا. درسته. ببینید همونطوری که گفتیم، اولا اورشلیم اصلا ربطی به یهودیان هم نداره، یک اسمی که از قبل هم در اونجا بوده. این اسم باستانی شهر معنیش چی بوده؟ در مورد معنی این تفسیرهای بسیار متفاوتی هست. یکی از تفسیرهای این هست که اون شلم نام خدای کنعانی ها بوده که و اون هم یعنی شهری که توسط این خدای کنعانی ها ایجاد شده. تفاسیر دیگه هم وجود داره که این شلم رو با شالوم یا همون سلام مرتبط می‌دونن. تفاسیر بسیار متفاوتی وجود داره. چرا شما از اورشلیم استفاده می‌کنی یا ترجیح می‌دی به جای بیت المقدس از اورشلیم استفاده کنی؟ من فکر می‌کنم که این اسم پذیرفته شده تر و باستانی تر این شهر است. ولی من یه نکته ای رو بگم، من هیچ کدوم از این دو اسم رو اشتباه نمی‌دونم. من بیت المقدس که من ایرانی ها اشتباه تلفظ میکنن بیت المقدس باید باشه، من اون رو هم اشتباه نمیدونم، و نه تنها اشتباه نمیدونم بلکه این اسم رو یهودی تر میدونم اتفاقا. چون بیت المقدس در اصل همون بیت همیکتاش عبری هست که عربی شده و همون اسم معبد سلیمان هست که به این شهر در دو قرن اول بعد از اسلام به این شهر مسلمانان میگفتن بیت المقدس، و بعد از اون اسم رو میکنن قدس. من این دو اسمشون اشتباه نمیدونم. وقتی میگید بیت المقدس تلفظ بهتره به چه معنا؟ مگر مقدس همون معنی مقدس نیست؟ در واقع ایرانی ها به نظام آوایی خودشون در آوردن، به نظام آوایی خودشون در آوردن، ولی خب اسم هارو من به نظرم باید همون جوری که اصلش هست تلفظ. ولی من فقط یه توضیح کوتاه بدم که چرا هیچ کدوم رو اشتباه نمیدونم، و فکر میکنم که بستگی داره در چه کانتکستی استفاده میکنیم، در چه بستر زبانی استفاده میکنیم. چون که وقتی که در شما در زبانهای لاتین اگر که بگید قدس یا بیت المقدس، چون اسم این شهر همواره توی این زبان‌ها اورشلیم بوده، شما دارید کار سیاسی انجام میدید. اگر در عربی بگید اورشلیم، باز دارید کار سیاسی میکنید، چون اعراب این شهر رو برای 1400 سال به اسم قدس میشناختن. ولی در فارسی اگر بگید، در فارسی هر دو اسم به کار رفته، و در نتیجه من نظرم هیچ کدومش کار سیاسی کردن نیست. از اولین اسامی این شهر رو، چون مؤسسین این شهر یبوسی ها به نام یبوس نام آوردن، که اگرچه من متون دینی رو نه قابل استناد میدونم و در این حال خیلی هم متناقض میدونم، اما یبوس در حتی در تورات هم از این شهر به نام یبوس نام برده شده. پس از اون وقتی که داوود شهر به اصطلاح بیت المقدس رو تصرف میکنه، اسم رو از شهر رو میذاره شهر داوود، و این ادامه پیدا میکنه تا بعد از مرگ سلیمان پسرش. قبل از اون کنعانی ها اسم شهر رو، بعد از یبوسی ها کنعانی ها اسم شهر رو هم گذاشته بودن اورشلیم. اورشلیم، اور به معنای شهر، سالم حالا اینجا در موردش بحث هست که آیا یکی از پادشاهان یبوسی ها بوده یا یکی از خدایان، یا یکی از خدایان بوده. و اینکه این اورشلیم بعدها وقتی که یهودی ها مستولی میشن بر شهر، تلفظ عبری آن میشه اورشلیم، لذا حتی اورشلیم از ضرورتاً ربطی به چرا شما بیت المقدس رو اون وقت ترجیح میدید؟ آیا قبول دارید اون چه که آقای صفایی گفت که هر دو اسم میتونه درست باشه در بستر زبانی؟ بله، یعنی درسته. در فارسی ممکنه بله بیت المقدس یا بیت مقدش هم یک کلمه کنعانیه، و که بعد حالا ملخص آن میشه قدس به فارسی، استفاده فارسی آن، حالا چی که بگیم در گفتمان فارسی استفاده میشه. حتی بعدها یونانی ها اسم شهر رو عوض میکنن، حالا بعد از حتی یهودی ایلیا میذارن یکی از پادشاهان خودشون، و این شهر در کنتکس های مختلف در متون مختلف اسامی مختلفی داره. بسیار خوب، حالا برگردیم به خوانش هر دوی شما از تاریخ این شهر.
آقای صفایی چندین ایراد بر خوانش تاریخی شما گرفتن. درست. یکی از ایرادایی که در فهوا گرفتن طوری گفتن که با تاکید گفتن که بفهمونن که شما اشاره نکردید بهش، قیام‌های یهودیان بوده، قیام مکاویان و قیام‌های دیگه علیه سلطه رومی‌ها در شهر بیت المقدس یا اورشلیم. در واقع آیا این نشون نمیده که به این معنا در یک تاریخ بسیار طولانی بیت المقدس شده بخشی از هویت یهودیان؟ بله، بدون شک بیت المقدس بخش مهمی از تاریخ یهودیانه. به طور کل یهودیان کلن 600 سال در این منطقه حکمفرمایی کردن در طول تاریخ 5000 ساله و حدود 1000 سالش رو یا وزنه سنگین جمعیتی بودن یا اکثریت بودن از نظر جمعیتی در منطقه و نه بیش از اون. در طول تاریخ 5000 سال 600 سال حکومت کردن و 1000 سالشو حالا یا اکثریت بودن یا بخش سنگینی از جمعیت بودن. اما اینکه قبل از حضور یهودیان 3000 سال پیش به منطقه تمدنی نبوده، این رو هم واقعا باید با چشم شک و تردید نگاه کرد، چون که سومری ها بودن، کنعانی ها بودن، یبوسی ها بودن، حتی فراعنه بودن و اینها تمدن های 7000 ساله ای هستند که در این منطقه اثرات خودشون رو به جا گذاشتن. اما در مورد اینکه کنعانی ها از کجا اومدن، آقای صفایی میگه که گفتن اینکه کنعانی ها که اومدن و بعد از اونهاست که ما اسم بیت المقدس یا اورشلیم رو در تاریخ داریم، گفتن اینکه اینها از شبه جزیره عربستان اومدن این خوانش عربی تاریخه. آره، این به این معنا نیست که اونها در آن زمان عرب بودن یا به عربی که امروزه صحبت میشه صحبت میکردن، به هیچ وجه. ببین، زبان عربی هم مانند زبان عبری از آرامی گرفته میشه و به مرور زمان تغییر شکل میده. از عربی قدیم داریم تا عربی جدید، عربی کلاسیک، و اینها از نظر نژادی اگرچه حتی شاید زبان عرب زبان نبوده باشن، از کسانی بودن که در منطقه حجاز امروزی آمده بودن. نه، من میگم ما هیچ مدرک تاریخی و باستان‌شناسی نداریم که اینها از کجا اومده بودن. این خوانش‌های مختلفی هست در مورد اینکه اینها از کجا اومده بودن، کنعانی‌ها از کجا اومدن. ما دقیق نمیدونیم کنعانی‌ها از کجا اومده بودن. میگم فقط تنها چیزی که میدونیم اینها زبان سامی صحبت میکردن. تنها چیزی که میدونیم این است که چندین هزار سال در اون منطقه اینها زندگی میکردند و بعد این شامل یهودی ها میشه ها. ما حتی نمیدونیم ضرورتا یهودی ها از مصر اومده باشن. ما هیچ دلیل باستانی تاریخی نداریم که یهودیان از مصر اومده باشن. یهودی یک بار در طول تاریخ قبل از داوود فقط در مدارکی در الواحی در مصر کنونی پیدا شده که اسم اسرائیل برده شده، که فرعون میگه که 200 سال قبل از ورود داوود به بیت المقدس که میگه ما اسرائیلی‌ها رو قلع و قمع کردیم. فقط و فقط جالب اینجاست که نه، من با این موضوع مشکلی ندارم. با این تنها مدرک که ما داریم از اینکه یهودیان از مصر از مصر فرار کردن و به اسرائیل اومدن، این مدرک دینی هست، مدرک یعنی در تورات هست. ما مدرک تاریخی در این زمینه نداریم و نمیدونیم از کجا. این در مورد تمام اقوام صدق. خب، حالا که اشاره میکنید به مدرک دینی و تاریخی، یه بحث خیلی مهم اینجا تر میشه. شما آقای صفایی فکر میکنید چقدر از متون دینی میشه استفاده کرد در فهم تاریخ جاهایی که اینقدر محل مناقشه است، مثل اورشلیم و بیت المقدس؟ درسته، من اول دو تا نکته کوتاه بگم. یکی این که گفتن که فقط یهودیان 600 سال در اونجا حکومت میکردن. خب باید این هم بگیم که این 600 سال تنها 600 سالی هست که اون شهر پایتخت یک حکومت بوده. یعنی اینکه یهودیان تنها کسانی بودن که در اونجا حکومتی بنا کردن و پایتخت اونها اورشلیم بوده. یعنی این رو میشه از دو زاویه نگاه کرد. حاکم بودن ولی پایتختشون نبود. حاکم بودن، پایتختشون نبوده. در بعضی زبان‌ها اهمیت داشته و در بعضی زمان‌ها اصلا اهمیتی نداشته، تا حدی که شهر در حد تا تقریبا ویرانه پیش رفته. بله. حالا در جواب سوال من، چقدر میشه از متون دینی استفاده کرد برای خوانش شهر، تاریخ شهر؟ ببینید، متون دینی به خودی خود تاریخ نیستن. یعنی نمیشه یک متن دینی رو شما بذارید جلوتون بخونید و بگید این 100% تاریخ است. اما از متون دینی و اصلا از اسطوره میشه به عنوان یک منبع تاریخی استفاده کرد. این وقتی که ما داریم یک تاریخ یک منطقه رو، یک قومی رو بررسی میکنیم، میتونیم متون دینی رو هم بذاریم جلومون
و از اونها استفاده بکنیم. بستگی داره به نگاهمون. نمیشه گفت که متون دینی 100% درست هستن، یعنی هر چیزی که اونجا گفته شده درست نیست مسلماً، اما میشه از اونها استفاده کرد. اما اون چیزی که در مورد اورشلیم، سوال اینه آقای صفایی، که وقتی شما گوش میدی نه فقط به یهودی‌ها، البته نه همه یهودی‌ها، ولی یهودی‌هایی که این سرزمین رو از آن خودشون میدونن، و همینطور گوش میدی به مسیحیان تبشیری که در آمریکا کم نیستن و کم هم نفوذ ندارن، اینها از متون دینی استفاده میکنن برای اینکه ادعا کنن، برای اینکه هویت بسازن، برای اینکه طرح مسئله کنن. این معنیش چه هست؟ نه فقط متون دینی نیست، ما در مورد اینکه یهودیان در اورشلیم بودن، یهودیان در اورشلیم حکومت داشتن، پایتختشون بوده، اینها مدارک تاریخی وجود داره، مدارک باستان شناسی وجود داره، نوشته های تاریخی وجود داره، نوشته هایی که یونانی ها نوشتن، رومی ها نوشتن. بیشتر مثلا ما تاسیتوس را داریم، سناتور رومی هست، اون می نویسه که اورشلیم پایتخت یهودیان هست و یک معبدی در اونجا هست بسیار بزرگ و بسیار باشکوه. ما اون رو داریم، ما یوزفوس رو داریم. یعنی معتقد هستید که در این ادعاهایی که میشه نباید متون دینی رو مبنا قرار داد، و اگر مبنا قرار میدن این ایراد هست درش، باید متون تاریخی، بقایای باستان شناسی، اینها رو نگاه کرد؟ من میگم که باید همه رو نگاه کرد. بستگی داره چه چیزی رو داریم بررسی میکنیم. مثلا ما اگر داریم بررسی میکنیم که اورشلیم در هویت یهودی چه نقشی داره، خب اون وقت متون دینی میشه اهمیت یکی از منابع اصلی ما، چون در اونجاست که میفهمیم که اورشلیم همیشه برای یهودیان یه شهر مهمی بوده. البته در مورد نام من فقط یه چیزی میگم، در کل در تورات اگر اشتباه نکنم چیزی در حدود 70 نام برای اورشلیم هست. بله. فقط شهر داوود نیست. بله. خیلی نام‌های دیگه‌ای هم هست. بله، من شخصا عقیده دارم که متون دینی بسیار متناقض هستند با یافته‌های تاریخی علمی که ما داریم. بدون شک از متون دینی استفاده شده برای مدرک سازی، ایجاد مدرک یا پیدا کردن مدرکی برای بازیافت یا بازتولید گفتمان سیاسی و یا هویت سیاسی امروزی. به این معنا که ما می‌بینیم که چگونه کلیساها به عنوان مثال در زمان رنسانس، قرون وسطا، میان از تاریخ و باستان شناسی استفاده می‌کنن برای اثبات آنچه که در متون دینی آمده. به عنوان مثال میان، نه به این معنا که بیان چیزی رو بشناسن، چیزی رو بسازن، به این معنا که بیان یک چیزی رو خلق کنن و ثابت کنن که آنچه که در متون آمده درسته، و برای این کار دست به هر کاری میزنن. اصلا نام داریم باستان شناسی کتاب مقدس. خب. به این معنا که تلاش فقط برای اینه که آنچه که در تورات آمده رو ما بیان براش ادله‌ای پیدا کنیم، حالا دیواری باشه، سفالی باشه، کوزه‌ای باشه، که بتونیم ثابت کنیم که آنچه که در تورات آمده درسته. اما جالب اینجاست، وقتی که ما وارد باستان شناسی علمی میشیم بی‌طرفانه، متوجه میشیم که تناقضات زیادی هست. به عنوان مثال باز تاریخ‌دانان زیادی هستن که فرضاً اصلا وجود ابراهیم و اسحاق و اسماعیل رو کاملا یک امر افسانه‌ای میدونن، اصلا وجود حتی موسی رو یک امر افسانه‌ای میدونن. این افسانه‌ای به این معنا نیست که یک همچین کسانی اصلا وجود نداشتن، به این معناست که تعریف ما از اونها یک تعریف ایدئولوژیک دینی، برای یعنی مثلا پیامبر نامیدن اونها، رهبر بله، سیاسی نامیدن بله، اونها بله، اینا فکر کنید اصلا موسی اصلا شک و شبهه وجود داره که وجود داشته به این شکلی که ما میدونیم، چون که موسی اصلا نه فقط اینکه اثری ازش نیست، نه فقط اینکه در خود تورات ازش نام زیادی یا به اصطلاح ادله زیادی در مورد وجودش نداریم، بعدها ما میبینیم فقط یک سوره در انجیل، یک بخشی از انجیل در مورد ایشون و زندگیش صحبت میکنه. ما الان به عنوان مثال میتونیم بگیم، حالا من تناقضهایی که در باستان شناسی دینی و سیاسی پیدا کردم و یک چند تاش اگه اجازه بدید خیلی نمونه کتا. بله خیلی کوتاه. ببینید 40 سال بنا به گفته تاریخ دار، بعضی از تاریخدانان به اصطلاح اسرائیلی، قوم بنی اسرائیل 40 سال در صحرای سینا سکنا می‌گزینند، میلیون ها نفر حتی گفته میشه. ما هیچ اثری از حضور اینان در سینا نمی‌بینیم، حتی قبری از موسی که اونجا فوت می‌کنه به گفته تاریخدانان نمی‌بینیم، هیچ اثری از این نمی‌بینیم. نکته جالب دیگر اگه اجازه بدید، ببین ما در 1928 شهر اوگاریت در منطقه رأس و شمره سوریه امروزی پیدا میشه
که اینجا الواحی پیدا میشه که مال 2500 سال یا 2000 سال قبل از مسیح یا قبل از ورود موسی و تورات پیدا میشه. این الواح تمام دستورها و فرامینی که موسی مدعی آوردنشون هست پیدا میشه. به این معنی کنید اون چه که مثلا فرامین موسی نامیده میشه مثل قبل از اون گفته شده پیش از اون بله در ادیان دیگه بوده، در تمدن‌های دیگه، حالا ادیان فقط ادیان ابراهیمی بله. اینجا نبودن. بله آقای صفایی. اوکی، من اول بگم قرار بود در مورد اورشلیم باشه، ولی خب الان بحث دینی شد. من اول بگم که در مورد اینکه حالا در مورد وجود موسی و ابراهیم و اسحاق و یعقوب مدرک تاریخی نیست، خیلی از تاریخ‌شناسان میگن وجود نداشتن، من مشکلی ندارم، اما فقط در مورد اینها نیست، در مورد عیسی هم بسیاری معتقدن که وجود داره. حتی در مورد حضرت محمد خیلی این اعتقاد وجود داره که او وجود نداشته، یعنی کتاب در این زمینه نوشته شده. یک برنامه در همین پرگار داشتیم همین اخیراً در مورد زرتشت هم گفته میشه، در مورد زرتشت هم همین هست. اینها خیلی از اینها رو واقعا تاریخ شناس‌های زیادی هستن که میگن وجود خارجی نداشتن اصلا. بله، فقط در مورد پیامبر اسلام محمد بسیار دشوار انکار شخصیت تاریخیش و همینطور در واقع رهبریتش، هرچند این رهبریت خیلی محلی بوده باشه. در مورد موسی، در مورد زرتشت، اینها که قدمت بیشتری دارن چندان ببینید به همون انداز بله نه به همون انداز نه به همون اندازه در مورد محمد ابن عبدالله هم واقعا مدرک تاریخی وجود نداره. در اون زمان هیچ کس ننوشته که همچین کسی وجود داشته. یعنی شما تصور کنید در اون زمان دو حکومت بزرگ در شبه جزیره بودن، رومی ها بودن و ایرانی ها، و هیچ کدومشون در مورد وجود همچین فردی ننوشته. یعنی هستن کسانی که میگن اون چیزی که ما نداریم، اون چیزی که با... یعنی میگن که این در اصل یک افسانه ای بوده که بعدها درست شده. که چقدر خود متون یهودی ها چیزی که تحت عنوان بنی اسرائیلیات نامیده میشه هست، ولی اشاراتی به، یا نه من اشتباه میکنم، برای اینکه اتفاقا بنی اسرائیلیات از اون چیزهایی که کمتر محققان مسلمان ازش اسم میبرن، ولی روایت های یهودی هایی هست که در شبه جزیره دارن صحبت میکنن در مورد پیامبر اسلام. نه اون چیزی که وجود داره اکثرا دهه ها پس از واقع است. ولی حالا من باز میگم اینها فقط بله. این چیزی که شما میگید ما رو مذهبی هست و من نمیخوام وارد نمیشیم ولی ما رو وامی داره یه بحثی راجع به پیامبر اسلام و اون چیزی که از اون موقع میدونیم ضبط بکنیم. به زودی چنین کاری خواهیم کرد، مهمانانش رو پیدا کنیم. اما برگردیم به اصل مطلب. آقای صالح میگه که متون دینی نه تنها نباید بهشون اتکا کرد، بلکه باید تاریخ رو علارغم این متون دینی خوند، چون به گفته ایشون این متون ایدئولوژیک هستن و به قصد خاصی طرح میشن برای اینکه مثلا یک اسطوره‌ای رو بسازن و بر اون اسطوره‌ها اون وقت یک هویت‌های تاریخی ساخته میشه. بعدا ببینید ما در تاریخ نگاری اصولا هیچ منبع اولیه‌ای نداریم که به طور 100% بتونیم بگیم این بدون یک دید خاصی نوشت، ولی وقتی که ما سکه‌ای داریم به زبان عبری به خط عبری روی اون نوشته شده یهود، وقتی که ما سفال‌هایی داریم که البته اینجا باز این پیش میاد که ما این سکه‌ای که پیدا کردیم، یعنی سفالی که پیدا کردیم که مثلا یک اسم یهودی روش هست، ما میگیم که یک مهری داریم یک اسم یهودی روش هست، ما میگیم این اسمی که داریم همون اسمیه که در یک بخشی از تورات اومده. خب این بعضی ها میگن نه این تفسیر اشتباه است، ولی در مورد مسائل دیگه ما اینطور تفسیر کردیم. ما خب در واقع میخواهید بگید که بسیاری از چیزایی که در متون دینی هست توسط بقایایی که باستانشناس ها در آوردن از جمله سکه ها، مهرها تایید میشه. ببینید ما همین چیزایی که الان داریم در مورد کنعانی هایی میگن که در اونجا زندگی میکردن، خب همه اینها در متون مقدس هم اومده، ممکنه اینها بخشیش پروبال دادن، بخشیش رو کوتاه کردن در متون مقدس، این طبیعیه. اون چیزی که من میگم متن مقدس اون چیزی که توش اومده، حالا به قول فارسی وحی منزل نیست، یعنی اون چیزی که اومده به طور 100% نمیشه گفت درسته، ولی میشه از متون مقدس استفاده کرد به عنوان یک منبع اولیه برای بررسی تاریخی. به نظر من ما اینجا کاملا با مشکل روش شناختی تاریخی مواجه میشیم، به این شکل که حتی تاریخ رو شاید اونقدر زیر سوال ببریم که حتی به عنوان یک علم که قابل استناد باشه نتونیم داشته باشیم. به عنوان مثال فرضاً اگر سکه یا سفالی پیدا بشه که بله پیدا میشه، ولی تفسیر ما
اینکه از آن سکه، آن سفال، آن دیوار چه روابط اجتماعی، چه روابط اقتصادی، چه روابط سیاسی در آن زمان و در آن مکان داشته، آن این نباید تحت تأثیر متون دینی باشه. اینجا نه فقط این، ببین ما اینجا یک بحث هرمنوتیک داریم که بیایم وقایع تاریخی رو، ولی برداشت من اینه که آقای صفایی هم ببخشید فرقش کنم، برای این میگم که برداشت من اینه که آقای صفایی هم چنین چیزی نمیگه، نمیگه که ما برای تفسیر بقایایی که به دست اومده از جمله سکه بریم سراغ متون دینی. شما چنین چیزی من نمیگم که اینها رو بر اساس اون باید تفسیر بکنیم، ولی معتقد هستید به هر حال یه منبع هست. من معتقد هستم که اون بستگی داره که ما از اون منبع چطور استفاده بکنیم، مانند هر منبع دیگه‌ای که ما ازش استفاده. فقط در مورد روش شناخت بگم که ما از هر روشی که استفاده کنیم، از هر تئوری که بخوایم استفاده کنیم، نمیتونیم بگیم که ما داریم بی‌طرف اون موضوع رو بررسی می‌کنیم، در صورت به خصوص در بیت المقدس. نه در مورد به طور کل، در مورد تاریخ، چون که اینجا ما وارد مقوله دبل هرمنوتیک میشیم یا هرمنوتیک دوبل، یعنی تفسیر یک چیزی پیدا میشه، یک تفسیری یک تاریخدانی هزار سال پیش در مورد اون میکنه، همونجوری که گفتید تاریخدان رومی یا یونانی، بعد ما حالا میخوایم بیایم تفسیر اون تاریخدان رو تفسیر کنیم بر اساس داشته ها و یافته های خودمون، بر اساس منافع و مصالح سیاسی خودمون. اینجاست که ما میایم تاریخ رو زنده میکنیم، حفاری میکنیم، به اصطلاح بیل میزنیم تا بتونیم هویت کنونی خودمون رو بسازیم. معتقد هستید چیزی که در اون منطقه در اسرائیل در جریان چنینه واقعا؟ نه فقط اسرائیل، کل منطقه و به خصوص اسرائیل و به خصوص خاورمیانه به طور کلی. آیا چنینه آقای صفایی؟ آیا باستانشناسی در اسرائیل، به خصوص که بسیاری از این جاهایی که داره حفاری میشه تحت نظارت دولت اسرائیل دیگه، بله، در خدمت درست کردن یک روایت خاصی برای اون منطقه است، روایت یهودی؟ اجازه بدید جواب بدم. من فقط یک چیزی رو بگم، اینکه موضوع مهم این نیست که اونها چه جوری اونها رو تفسیر میکنن. موضوع این هست که اون چیزی که پیدا شده، یک وقتی هست من میگم مثلا وقتی که یک سکه پیدا میشه روی اون به صورت مشخص به خط عبری نوشته شده و نوشته شده یهود، این رو دیگه نمیشه واقعا به جور خاصی تفسیرش کرد. شما میدونید که این مربوط به این هست که، یعنی 2000 سال پیش، مثلا اگر مربوط به 2000 سال پیش باشه، اینجا یهودیانی بودن که سکه‌ای ضرب میکردن که روی اون به زبان عبری مینوشتن و خط عبری مینوشتن. اما اینکه بعداً چطور تفسیر میشه، اینا هر کسی میتونه تفسیر بکنه. در این مورد شکی نیست، کسی در مورد هویت یهودی که بخش مهم و مهمی از تاریخ 5000 ساله این منطقه هست، کسی سوالی یا مشکلی نداره. اما مشکل ما اینه که باستانشناسای اسرائیلی وقتی که حفاری میکنن و به مسجد امویین میرسن، اونو منهدم میکنن، از بین میبرن و به جاش پل میسازن در خود بیت المقدس. اما وقتی که سکه‌ای پیدا میشه، حالا تفسیرهای سیاسی برای بازیافت هویت کنونی، حافظه تاریخی ساخته میشه که بیاد هویت کنونی رو خودش رو نه اینکه بشناسه بلکه بسازه. اتهامی که بیشتر به این پروژه ها زده میشه، تا حدودی من با ایشون موافق هستم، این هست که اون لایه هایی که مربوط به تاریخ اسلامی میشه رو نادیده میگیرن. وقتی میگید لایه ها، موقع کند و کاف. بله. نادیده میگیرن، نه اینکه تخریب بکنن لزوما. اونها رو نادیده میگیرن. البته اونها هم خودشون جوابی دارن، میگن مثلا این پروژه شهر داوود، میگن این جایی که ما داریم اونجا رو داریم میکاویم در منطقه سیلوان، در خارج دیوارهای امروزی شهر اورشلیم، اصولا در تمدن اسلامی اینجا جزء شهر اورشلیم حساب نمی‌شده، خارج از دیوار بوده، به همین دلیل اصلا نمیشه چیز اسلامی اونجا پیدا کرد به جز موارد مشخص. اما این شما در این لحظه دارید اون کار اونها رو تایید می‌کنید یا فکر می‌کنید این ایراده که یه سری از لایه‌ها که مربوط به تمدن اسلامیه یا اعرابه نادیده گرفته بشه؟ نه، من دارم میگم که این اتهام رو بهشون میزنم. من با این پروژه نه همکاری کردم، هیچ وقت نه در این پروژه شرکت کردم. دارم میگم که این اتهامی است که به اونها میزنن و اینها اینجور دفاع میکنن. من فقط یک نکته رو بگم در مورد اینکه گفتن تخریب میکنن. اتفاقا اون کسی که تخریب کرده مسائل تاریخی رو در اورشلیم، اعراب بودن چه در زمان اردن هاشمی که ما مشخصا داریم، ما شکایت های متعدد داریم به سازمان ملل از تخریبی که اردنی ها میکنن در مورد میراث یهودی، و بعد از اون وقف، باز که وقف هم در اختیار اردن هست، در سال 1996 وقف اردن یک
یک خاکبرداری عظیمی انجام میده در تپه معبد. بینندگانی که اطلاع ندارن، چون در مورد اون دوره‌ای صحبت میکنید که بخش شرقی بیت المقدس یا اورشلیم در دست اردنی ها بود. بار اولش. بار اولش. ولی این بار دوم در سال 1996 کنترل اورشلیم دست اسرائیل هست. ولی کنترل که منطقه مغاربه رو منحدم میکنه و کنترل اونم میرسه. اما کنترل تپه معبد و محدوده مسجد الاقصی دست اردن هست. در سال 1996 وقف اردن بدون هماهنگی با مسئولان اداره باستانشناسی اسرائیلی زمین برد یک خاکبرداری گسترده ای انجام میده در اونجا. و من این رو بگم که در دقیقاً در جایی هست که به اسم استبرهای سلیمان خاکبرداری گسترده ای انجام میده، اون خاک ها رو بیرون میریزه برای ساخت بزرگترین مسجد در اونجا. و تا امروز، از اون زمان تا امروز 20 سال باستانشناس های اسرائیلی دارن در اون منطقه کار میکنن و تا الان صدها مدرک باستانشناسی به دست آوردن، نه فقط از دوره یهودیات، از دوره رومی ها، از دوره هلنی، از دوره اسلامی. بله، ببینید همونجور که الان متوجه میشیم از بحث اینه که این موضوع چند لایه است. و جالب اینجاست که در پیشنهاد بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا در دهه 90 بحث بر این میشه که در منطقه حرم الشریف یا این بخش به اصطلاح بسیار مقدس نزد برای مسلمانان و یهودیان در اورشلیم قدیم یا قدس قدیم، هر آنچه که روست برای مسلمان ها باشه، هر آنچه که در سطح زمینه و هر آنچه که در زیر زمینه به دست به اصطلاح یهودیان باشه که بتونن حفاری های خودشون رو انجام بدن. این نشون میده به خودی خود که چقدر با چه موضوع پیچیده ای که و چند لایه ای داریم اگر موضوع میشه. اینقدر پیچیده است، آیا به همین دلیل نباید از ساده سازی حذر کرد؟ آقای ساله، شما میگید باستانشناسی اسرائیلی یا اسرائیلی ها، ولی من که میخوندم برای این برنامه دیدم که در میان خود پژوهشگران اسرائیلی، چه باستانشناسانشون، بله، چه اونهایی که به اصطلاح تکستوال انالیسیز انجام میدن، یعنی متن شناس هستن، منتقد فراوان، بله، هست به سیاست‌های جاری اسرائیل، بله، از جمله کسانی که، بله، یا یهودی هستن در اسرائیل یا یهودی هستن در اسرائیل نیستن. مثلا یکی از متون بسیار مهم متنی هست مال با شما در میان گذاشتن، فینکلشتاین و سیلبرمن، بله، بله، اینها میگن که روایت جاری یهودی که ما از اون منطقه تبعید شدیم و چنین تاریخی داریم، این ساخته سده هفتم پس از میلاده، این تقریبا همون موقعی که اعراب بر منطقه حاکم شدن، و گفته میشه که این روایت از چیزهای پراکنده‌ای که در آثار یهودی از جمله آثار دینیشون بود سرهم شد، بدون گسست و بدون شکاف تبدیل شد به یک روایت یک دست. این نقد جدیه که خود دانشمندان یهودی، بله، دارن. بنابراین بعضی از اینا اسرائیلی هستن. گفتن این که ما یک باستانشناسی اسرائیلی داریم خیلی دقیق نیست دیگه. نه، منظور من از باستانشناسی اسرائیل باستانشناسی سیاسیه. باستانشناسی سیاسی در همه جا استفاده میشه برای اقراض کاملا هویت سازی، ملی گرایی، دین گرایی در اقصا نقاط جهان و من جمله اسرائیل. حالا چه مسلمانان این کار رو انجام بدن، چه مسیحیان این کار رو انجام بدن، چه یهودیان. اما چون که بحث ما در مورد تاریخ اورشلیم یا بیت المقدس هست، من در این مورد بحث کردم و همینجور که گفتیم، خب بخشی از به اصطلاح از تاریخ حذف شده، حالا چه به دست مسلمانان، چه به دست مسیحیان، چه به دست یهودیان. اما یک چیز رو هم فراموش نکنیم، همین تاریخ داران و تقریبا تمام تاریخ داران اسرائیلی متفق هستند که بهترین ایامی که یهودیان در بیت المقدس داشتن زمانی بوده که مسلمانان حاکم بودن. در این مورد تقریبا این رو درجه برده. بعد ما گفتیم که یهودیان 600 سال خودشون حکومت میکردن، یعنی دوره‌ای که، آره، نه منظورم دوره‌ای که حکم نبودن، بجز دوره‌ای که حاکم نبودن، بله، یکی دوره کوتاهی هست که حالا پارسی ها بر اونجا حکومت میکردن، این بهترین دوره هست. در دوره هخامنشی، بله، در دوره ساسانی یک مقدار مشکل هست که، بله، بگیم، بله. اما بجز اون، اگر اون رو بذاریم به کنار، بله، در دوره اسلامی به نسبت دوره های مسیحی مسلمان بهتر بوده، بگیم دوره خوارزمشاهی، بله، میتونیم بگیم، ولی که منابع تایید میکنن بدترین دوره دوره‌ای بوده که صلیبیون مسیحی بر منطقه بودن، هم برای یهودی ها بدترین بوده هم برای مسلمان ها. اما حالا که اشاره میکنید به 600 سال تسلط یهودیان بر بیت المقدس،
شما این 600 سال رو مقایسه کنید با چیزی در حدود 13 قرن از 7 میلادی تا قرن 20 تسلط مسلمان ها، خلافت اموی، خلافت عباسی، فاطمیان، مملوک ها. مملوکات عرب نبودن، ضمناً در زمان عباسیان اینا فلسطین و لبنان به خصوص جزو ملت محسوب می‌شدن و خودمختاری خاص خودشون رو داشتن که عرب‌های منطقه فلسطینی‌ها حکم فرمایی می‌کردن، اگرچه قبول بله تحت حکومت مرکزی عثمانی‌ها در استانبول بودن. به همین خاطره که می‌تونیم این رو بگیم با عثمانی‌ها در دوره‌های مختلفش میشه چیزا روش‌های حکومتی مختلفی داشتن. در اون حالا در طول 400 سالی که عثمانی‌ها حاکم بودن همیشه روششون اینطور نبود، یعنی این بخش سرزمین اسرائیل هر زمانی جزء یک بخش یک استانی بوده، روش‌های حکومتی مختلف داشتن و ملت‌ها هم البته ملت‌های مذهبی بودن و نه ملت‌های قومی در زمان اما من یک بفرمایید شما ولی اگر برگردیم اون سوال در مقایسه با 600 سال که یهودی‌ها حاکم بودن 1300 سال مسلمانان حاکم بودند. به این ترتیب شما حق میدید به فلسطینی ها که مسلمان هستند و عرب هستند که بگن این شهر بخشی از هویت ما هم هست، این شهر به ما هم تعلق داره. ببینید درسته. من اول یک نکته ای رو بگم، فقط لزوما خود حکومت، صرف حکومت کردن بر یک شهر مهم نیست. اون چیزی که مهم هست این هست که چه تأثیری گذاشتن در اون شهر در اون دوره و اینکه اون شهر چه نقشی در هویت اون گروه داره. ببینید اورشلیم در هویت یهودیان از 3000 سال پیش تا امروز یک نقش مرکزی داشته. مگه فلسطینی بگه 2000 سال نزد مسیحیان و 1400 سال نزد مسلمانان؟ نه نزد مسلمانان اورشلیم اتفاقا خیلی نقش مرکزی، سومین مقدس ترین مسجد نزد مسلمانان. مسجد نمیتونید اونو بله مسجد هست، اما ما روایاتی هم داریم از یا روایات که نه چیزهایی هم داریم از بزرگترین علمای دینی مسلمان در قرون گذشته که میگن تقدس اورشلیم زمانی که حضرت محمد چرخید به طرف مکه تقدس اورشلیم گرفته شد. ببینید ببخشید من اینجا در مورد مقدس بودن خب باز برمیگردم به همون دیدگاه ایدئولوژیک. همه ادیان بله از این شهر به عنوان یک شهر مقدس استفاده ابزاری کردن، من جمله خود یهودیان به عنوان سرزمین موعود. پس چرا ما اینو نگیم؟ چرا فکر نکنیم که یهودیان هم از این شهر به طور ابزاری استفاده کردن و اون رو مرکز خود قرار دادن؟ یهودیان، مسیحیان هم همینطور. مسیحیان در جنگ‌های صلیبی میگفتن هر کس در جنگ‌های صلیبی شرکت کنه کشته بشه میره بهش مستقیم، هر کس هم زنده برگرده تمام گناهش بخشیده میشه. در اسلام هم همینطور. در اسلام ما اصلا در زمان عبدالملک بن مروان امویین ما حدیث آورده میشه الزهری، هرچند که این حدیث میتونه به اصطلاح ساختگی باشه، که شما سفر مکنید مگر به این سه شهر مقدس، مکه، مدینه و بیت المقدس. این حدیث پیامبر اسلامه. خب ببینید این شهر بسیار مقدسه، شهریه که مسلمان‌ها تصور میکنن که پیامبرشون از اینجا به معراج رفته، 1300 سال اونجا حکم فرمایی کردن، مسجد الاقصی اونجاست، حرم الشریف اونجاست. اصلا گذشته از این، ما حتی اگه بخوایم به مسئله دینی نگاه نکنیم، قومی نگاه کنیم، فلسطینیان قبل از یهودیان وارد این منطقه شدن. 200 سال 1200 سال قبل از مسیح قوم فلسطین از جزر کرت و منطقه اژه به این منطقه وارد شدن. یعنی شما الان دارید میگید که فلسطینیان، شما از یک طرف میگید فلسطینیان عرب هستن و این هویت عربی است و از طرف دیگه میگید اون فلسطینی هایی که یونانی تبار بودن همینا هستن. ببین این دو با هم دیگه نمیخونه. ما در منطقه اسرائیل یک جمله فقط بگم ما در منطقه اورشلیم و در کل در اون منطقه سرزمین اسرائیل اصولاً چیزی به عنوان مردم بومی نداریم. انقدر در اون سرزمین پاکسازی قومی توسط هر گروهی که اونجا رو گرفته انجام شده و انقدر به اونجا مهاجرت انجام شده هیچ کس نمیتونه در اون سرزمین بگه که ما بومی اون سرزمین هستیم. یعنی هیچ کس نمیتونه خودش رو وصل کنه به کنعانی‌ها که 3000 سال اونجا بودن. هیچ کس نمیتونه وصل کنه. اینم شامل یهودیان میشه، پس یهودیان هم بومی نیستن.
ببینید من میادم میگم یهودیان بومی نه یهودیان هم بومی اومد من دارم میگم هیچ از بومی اون منطقه نیست هستن یا نیستن نه یهودیان ببینید یهودیان یهودیان اجازه بدید من سرزمین خارج شدن حالا نوبت شماست اجازه بدید ایشون ببینید فلسطینی ها هر کی بودن چه عرب که نبودن ولی این دلیل نمیشه که اینا ساکنین اصلی نبوده باشن نه شما ببخشید اینا قبل از ورود یهودیان اثبات ادعا بر عهده مدعی شما ادعا میکنید که اینها همونها هستن و باید بتونید ثابت کنید نمیشه ثابت کرد شما میتونید ببین به میزان زیادی ما در از اونجا مهاجرت داشتیم به خارج از چیز ما داریم میگیم در اورشلیم زمانی که صلیبیون میان و زمانی که مسیحیان میان تمام مسلمانهای اونجا رو یا اخراج میکنن و یا میکشن چطوری میشه گفت که اینها همونها هستن وقتی همشون کشته شدن از اونجا رفتن شما خودتون همین الان چندین بار گفتید که تمام یهودیان به دست یونانی ها آشوری ها بابلیا کشته شدن پس اینایی که اونجا هستن کیان من نگفتم اولا همه یهودیان کشته شدن شما میگه همه رو گذاشتن تو کلیسا آتیش زدن به همین شکل در مورد فلسطینی ها هم میشه گفت ولی اجازه بدید یک بحث مهم تا پیش از پایان برنامه طرح بشه اونم این که لفظ هویت زیاد استفاده میشه به خصوص در کلام شما آقای صفایی شما نمیگید اورشلیم هویت یهودی داره ولی میگید اورشلیم در هویت یهودی این نقش مهم رو داره اگر اینجوری بخوایم طرح کنیم قضیه رو آیا این ترکیب کردن دین و ناسیونالیسم برای اینکه یک هویت رو بسازی این خطرناک نیست نباید یه جایی این رو خاتمه داد من اولا که بگم ناسیونالیسم یا کلا حالا ملیت یا ملیگرایی خودش یک برساخته اشتباهی مدرنه یعنی یک چیز طبیعی و یک پریموردیال نیست که از قدیم وجود داشته باشه و امروز چیز دیرینی نیست یک چیز دیرینی نیست همین که وجود داشته باشه ولی در مورد ملیت‌های دیگه هم از دین استفاده شده یعنی اصولا یکی از پایه‌های ملی ساز ملی گرایی دین بوده همیشه در همین بریتانیایی که ما الان هستیم ایرلند مشکلی که یکی از مشکلات اساسی که از انگلیس جدا شده از بریتانیا جدا شد تفاوت مذهبی بود در پاکستان و هند این موضوع وجود داشته در ترکیه وقتی ترک‌های جوان میخوان ترک رو تعریف بکنن 100 سال پیش یکی از چیزایی که میذارن اینه که ترک مسلمان هست حتما با این تفاوت که این مناقشه هایی که میگید این مثال هایی که میزنید خیلی هاش حل شد به این نتیجه رسیدن که نباید استفاده کنن از هویت دینی برای حل مسائل امروزی ولی در اونجا کماکان این ماجرا هست من مخالف هستم که حل شده شما فردا صبح بلند بشید در یک کشور خیلی لیبرال مثل سوئد فردا صبح شما بلند بشید و بگید که 20% جمعیت شما به یک باره قومیت و مذهبشون میشه یک چیز دیگه مطمئن باشید که من به شما قول میدم که شدیدترین دولت‌های راستگرا در اون کشورها به وجود میان در همین بریتانیا الان در اروپا این مشکل به وجود میاد دقیقاً همین موضوع اتفاقا در این منطقه اتفاق افتاد در ابتدای قرن 20 یهودیان فقط 8% از جمعیت این فلسطین رو تشکیل میدادند در حالی که این مسئله به 40% میرسه در 1948 به بعد این تغییر نسبت جمعیتی همزمان میشه با استفاده از حافظه تاریخی برای هویت سیاسی و هویت سیاسی موقعی بسیار بسیار خطرناک و قوی میشه که ما دین و ناسیونالیسم گرایی رو که هر دو اصطلاحات مدرنی هستن رو با هم دیگه تلفیق بدیم که ازش یک موتور محرکه قوی برای اثبات هویت خود همزمان با ادعا بر اراضی و مملوکات موجود تاریخی داشته باشه خیلی کوتاه اگه نکته‌ای هست چون آره من فقط میگم باز میگم که در همه جا این استفاده شده بله. از دین برای ملی گرایی در کشورهایی که شاید لازم نبوده در اروپا یا آمریکا این کم شده الان ولی در صورت لزوم شما مطمئن باشید که هر زمانی که خطری احساس بشه بار دیگه چون دین نقش خیلی مهمتری داره از ملی گرایی در اجتماعات در بین مردم خیلی ممنونم تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه علم ساله و اشکان صفایی در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه را روی یوتیوب منتشر میکنه به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران برنامه رو ببینید هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافت البته پادکست برنامه در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم منتشر میشه و دوستداران پادکست میتونن چندین دقیقه اضافه گپ خودمونی با این مهمان ها رو بشنون بعد از اینکه دوربین ها خاموش میشن شب و روز
بر همه شما خوش.